ای انسانهای آزاده، در کنار ما باشید و ما را یاری کنید تا دولتها دست از حمایت از این رژیم قاتل و کودک کش بردارن. این رژیم به هیچ اصلی، حتی اصول مذهبی خودش نیز وفادار نیست و جز زر و زور و حفظ قدرت قانون و قاعده‌ای به هر طریق ممکن نمی شناسد. تا چه زمانی باید شاهد ظلم و ستم از سوی خود کامگان سیاسی در هر نقطه ای از این جهان باشیم؟ آیا تجربه هیتلر، موسولینی، چاوشسکو، قذافی، صدام حسین، خمینی و این آخرینش خامنه ای کافی نیست تا جهانیان را به فکر راهی نوین بیندازد؟ انتظار آن است که سازمان ملل و تمامی سازمان هایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمام بشریت می گیرند، با اجرای فعالیت های عملی و بازدارنده و مؤثر در قبال جنایات عریان و هولناکی که در ایران بر علیه زنان و مردان و کودکان در جریان است، دست از بی تفاوتی برداشته و از این آدم کشی و نسل کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. ایرانیان آزاده و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد. آنچه مورد نیاز است عدم حمایت از رژیمی است که در آبان 98 در طول 4 روز هزاران ایرانی را به قتل رساند و جهان تنها نظاره‌گر بود. این فاجعه و فجایع مشابه لکه ننگی است بر پیشانی بشریت. حال زمان آن رسیده است که تمامی کشورهای آزادی خواه به عنوان حرکتی نمادین و سمبولیک تمامی نمایندگان خود را از ایران فرا بخوانند و نمایندگان و وابستگان این رژیم سفاک را از کشورهای خود اخراج نمایند و بدین طریق اظهار همبستگی با مردم آزادی خواه ایران بنمایند. فرزندان شجاع ایرانی اکنون پرچمدار آزادی و عدالت و رهبران یکی از استثنایی ترین انقلاب های تاریخ بشریت هستند. صدای رسا و بلند آنان باشیم. از همه انسان های با وجدان جهان می خواهم که در کنار ما بایستند و از دولت های خود بخواهند که نه در حرف و کلام و شعار، بلکه در عمل رژیم را به زیر فشار برده و هر گونه تعاملی با این رژیم را متوقف کنند. ما طلایه‌داران آن نسل بشری هستیم که جنس و رنگ و نژاد نمی شناسد و چون پدرمان کوروش بزرگ بر آزادی انسانها و صلح و دوستی بی توجه به زبان و فرهنگ ایمان راسخ دارد. به امید آزادی و رهایی همه انسانها از بند ناآگاهی و تعصب. زن، زندگی، آزادی.